مکارم اخلاق در مذهب علمای صفوی. بیانو بیا جلو تا به عمر سعد و بیا قبلش به خلفای فاسدین و شیعه مرتضی علی شعار شیره، شیعه مرتضی علی شعار شیره، منکر حیدر که حلال زاده نمیشه، منکر حیدر که حلال زاده نمیشه. اما عبدالله ابن زبیر منفور پلید جهنمی، زنان میتونن قوغا کنن، مگه یه زنی خبیث باشه مثل عایشه باشه؟ شماها باید آتش بگیرید که من میدونم میگیرید، بگیرید آتشتون، ببینید ما را این تلویزیون را گوش کنید، آتش بگیرید. اونهایی که واقعا این طور دارن این کار میکنن برن خلاصه از این مادرهای مشنگشون سوال کنن که چیکار کردن. سوادی تو، احمقی تو، هیچی نداری در چنتت، هیچ. اگه مردین ما رو پشت تلویزیون کلمه بو به سالتونم دعوت بکنید رو در رو حرف بزنید، پس فطرتا نامردا بی انصافا کافران سقیفه‌ای. در طول تاریخ هیچ یک از اجیان الهی نه تنها اینکه دروغ گفتن و تهمت زدن به مخالفانش را تجویز ننموده است، بلکه توصیه همه اجیان الهی این بوده که در گفتگو با مخالفان، حتی با سرسخت‌ترین دشمنان دین، نهایت ادب و منطق و صداقت را رعایت کنید. اما در مذهب مراجع تقلید و صاحب نظران تشیع صفوی گویا قضیه کاملا برعکس این ارزش‌های اخلاقی است. راویان شیعه روایتی را از قول امام جعفر صادق به دروغ به پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم نسبت دادند و مراجع تشیع صفوی با استناد به این روایت دروغین جواز بهتان، دشنام و ناسزا علیه مخالفان فکری خود را صادر نمودند. در کتاب اصول کافی جلد دوم صفحه 375 آمده است که ابو عبدالله امام جعفر صادق میگوید رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم فرمود هنگامی که پس از من شکاکان و بدعت گذاران را دیدید بیزاری خود را از آنان آشکار نمایید، آنها را بسیار دشنام دهید، از آنان بدگویی کنید و به آنها تهمت و بهتان بزنید تا برای ایجاد فساد در اسلام طمع نورزند و این گونه مردم از آنان دوری کنند و بدعتهایشان را نیاموزند. باید بدانید که الله متعال در برابر این دشنام ها و تهمت ها برای شما نیکی های زیادی ثبت می کند و درجات شما را در آخرت بالا می برد. این روایت را تعداد زیادی از علما و محدثان شیعی از جمله شهید ثانی علامه مجلسی و محقق اردبیلی تصحیح کردند. يا ذاكر الأصحاب كن متأدبا واعرف عظيم منازل الأصحاب هم صفوة رفعوا بصحبة أحمد وبذاك قد خصوا من الوهاب يا ذاكر الأصحاب كن متأدبا واعرف عظيم منازل الأصحاب هم صفوة رفعوا بصحبة أحمد وبذاك قد خصوا. برخی از فقهای نامدار شیعه از جمله شیخ مرتضی انصاری، آیت الله العظما خویی و آیت الله العظما گلپایگانی نیز دلالت این حدیث را بر جواز بهتان زدن به اهل بدعت پذیرفتند. شیخ مرتضی انصاری به صورت احتمال این نظریه را مطرح کرده است. او در کتاب المکاسب جلد دوم صفحه 118 در توضیح این حدیث می نویسد جمله باهتوهم که در حدیث فوق آمده به این معناست که آنان را متهم کنید به چیزی که متهم کردن مؤمن به آن حرام است و به آنها بدگمان باشید،
به عنوان نمونه در حق آنان بگویید شاید زناکار یا دزد باشد و همچنین از باب مبالغه تهمتهایی به او وارد کند که در او وجود ندارد و احتمال دارد که باه توهم را بر ظاهرش باقی بگذاریم، یعنی اینکه به خاطر مصلحت دروغ بستن بر آنها جایز باشد، زیرا مصلحت دور کردن مردم از این گونه افراد قوی تر از مفسده دروغ است. آیت الله ابوالقاسم خویی در ذیل مبحث، هجاء المؤمن، هجاء مخالفین و مبتدعین در دین را جایز می شمارد. آیت الله خویی در پاسخ به این سوال که آیا می توان مخالفان و اهل بدعت را با نسبت‌های ناروا و عیب و ایرادهایی که در آنها نیست حذف کرد، می گوید هرچند دروغ حرام است ولی گاه مصلحت اقتضا می کند که به آنها تهمت زده شود و برای مفتضح شدنشان کارهای زشتی که نکرده اند به آنها نسبت داده شود تا مردم متدین عوام از آنها فاصله بگیرند و تحت تأثیر آنان واقع نشوند. مصباح الفقاهه جلد اول صفحه 458. آیت الله گلپایگانی نیز با معنی کردن باه توهم به آنها را متهم کنید نتیجه می‌گیرد که به اقتضای این روایت باید گفت که در چنین مواردی دروغ جایز است، چون با این دروغ مصلحت مهمتری برآورده می‌شود و آن مصلحت بی آبرو کردن بدعت‌گزار در میان مردم است. گلپایگانی الدر المنزود جلد دوم صفحه 148. بازجوهای بسیار مؤدبی داشتیم، بسیار با فهم و شعوری داشتیم، حرف ها و گفتگوهای بسیار جدی ما مطرح کردیم، زندگی عادی مون زندگی عادی خوبی بود. نگرانی ویژه‌ای در زندان از نظر شخصی ما نداشتیم، حالا یه دوره متفاوتی. اما به درس سوخته، من دارم قضیه موسوی رو میگم. دارم نصیحتت میکنم اولاق حالی تست یا نه؟ ها؟ میفهم یا نفهمی؟ ها؟ تخم سر بگم سانیه رسه در چه شهر بده؟ سانیه رسه سانیه بر من شهر بده. چرا پدر سخته بازی در میگری؟ پس فدرت پیشه رفت می اومدی که شما صدای بسیار ناهنجاری در زیر گوش من انواع اقسام روش های شکنجه رو با جزئیات توصیف میکرد. برخی از اونها شکنجه های جنسی بود، میگفت مثلا تجاوز میکنیم، نمیدونم معذرت میخوام، از جای عضو حساس آویزونت میکنیم، به پره میچرخونیم، بعد چند نفر رو میزنیم که به تجاوز بکنن، از این حرف ها میزد. روایت ها و فتاوای آیت الله های صفوی در این ارتباط باعث شده است که پیروان و شکنجگران ولایت فقیه نیز با استناد به آن مخالفین خود را بدعت گذار تلقی کرده و آنان را سب و لعن کنند و تهمت بزنند. شاید به همین خاطر باشد که در ایران پرونده سازی و حدک حرمت مخالفین نظام به آسانی انجام می گیرد. با این تفاصیل می توان گفت که مذهب علمای صفوی از نادرترین مذاهبی است که بهتان، لعنت، سب و ناسزا علیه مخالفین را نه تنها اینکه جایز می داند، بلکه این امور زشت و غیر انسانی را جزء مکارم اخلاق می شمارد و معتقد است که سب و شتم و تهمت زدن و ناسزا گفتن اجر و پاداش دارد. ولا يجرمنكم شنآن قوم على ألا تعدلوا اعدلوا هو أقرب للتقوى. مبادا دشمنی با گروهی شما را به بی عدالتی درباره آنان وادار کند، راه عدالت را در پیش گیرید که به تقوا نزدیک تر است.